دو سال بعد از آغاز جنگ دوم جهانی در سوم شهریور 1320 ایران به اشغال نیروهای متفقین در می آید. هدف از اشغال ایران در این جنگ انتقال کمک‌های آمریکا و انگلیس به میدان نبرد در شوروی بود. علاوه بر موقعیت مناسب جغرافیایی ایران، نفت ایران هم عامل دیگری بود جهت به اشغال درآمدن توسط نیروهای متفقین. حضور متفقین در ایران پیامدهای مختلفی برای کشور داشت. اشغال ایران در جنگ جهانی دوم با قحطی بزرگی همراه شد که تلفات جانی فراوانی را به جای گذاشت. دولت انگلیس که ایران را به اشغال خود درآورده بود، جهت تامین نیاز ارتش خود با خرید گسترده غلات و جلوگیری از واردات کالا به ایران و اجازه ندادن برای ورود غلات مورد نیاز کشور، سبب بروز قحطی خانمانسوزی می شود که بر اثر آن نزدیک به 40% از جمعیت آن زمان ایران به سبب گرسنگی و سوء تغذیه به کام مرگ کشیده می شوند. بزرگترین نسل‌کشی سده 20 میلادی در کشور ایران رخ می‌دهد که دولت انگلیس سبب اصلی این هولوکاست ایرانی است. دومین پیامد اشغال ایران توسط متفقین سقوط سلطنت رضاخان بود. رضاخان که توسط انگلیسی‌ها روی کار آمده بود، حالا از نظر آنها به مهره سوخته تبدیل شده است و باید جایگزینی دیگر برای او پیدا می‌کردند. با تبعید رضا شاه به جزیره مورید، محمد رضا پهلوی که توانسته بود سرسپردگی خود را به انگلیسی ها به اثبات برساند و تخت سلطنت می نشیند. حکومت محمد رضا پهلوی دومین حکومت در ایران بود که به خواست و به اراده دولت انگلیس روی کار آمده بود. محمد رضا هم سعی کرد همچون پدر حافظ منافع دولت انگلیس در ایران باشد. حکومت پهلوی دوم که تا سال 57 به طول انجامید، شاهد اتفاقات مختلفی بود که در بیشتر موارد جای پای دولت انگلیس در آن کاملا قابل رؤیت می باشد. آغاز نهضت ملی شدن صنعت نفت در ایران یکی از مهمترین حوادث تاریخ حکومت پهلوی دوم بود که برای اولین بار با منافع دولت انگلیس همجهت نبود. امتیازات نفتی که دولت انگلیس در طی سالیان متمادی از ایران می‌گرفت، نشان از تسلط کامل دولت انگلیس بر حیات سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی ایران بود. حاکمیت مطلق انگلیس بر صنعت نفت ایران تا اواسط قرن 20 پیش رفت. در سالهای پایانی جنگ جهانی دوم، حضور انگلیسی‌ها در ایران که با منافع ملت در تناقض بود، منجر شد تا مردم در مقابل زیادی‌خواهی‌های انگلیس بایستند و کارگران نفت جنوب با هدایت شورای اتحادیه‌های کارگران وارد مبارزه شوند و در تیر ماه 1325 دست به اعتصاب بزنند. اما در واقع می توان گفت جرقه نهایی ملی شدن صنعت نفت در بین مردم ایران از 6 بهمن 1329 با دعوت آیت الله کاشانی و جبهه ملی از مردم برای حضور در مسجد شاه زده شد. به دنبال این دعوت، هزاران نفر از مردم با به تصویب رساندن قطعنامه‌ای عزم جدی خود را برای ملی شدن صنعت نفت ایران ابراز کردند و با تداوم مبارزه کارگران و پیوستن مردم به این مبارزه، صنعت نفت ایران در 29 اسفند 1329 ملی می شود. انگلیس که پس از کوتاه شدن دست خود از صنعت نفت ایران منابع بسیاری را در منطقه و خصوصا در ایران از دست داده بود، با قطع امید از رسیدن به توافق وارد مطالعه طرح یک کودتای نظامی می شود. این کودتا که بیشتر شبیه یک شورش توسط اراذل اوباش وابسته به دربار ایران بود، ابتدا در 25 مرداد 1332 اجرا می‌گردد که با شکست همراه می‌شود، اما در مرحله دوم، یعنی در 28 مرداد که این کودتا مجدداً به اجرا درمی‌آید، برخی از اقدامات دولت که به نوعی همسو بود با حرکت شورشیان، منجر به خارج شدن قدرت از دست مصدق می‌شود. مصدق که خود را نخست وزیر نفت می‌دانست، چند روز قبل از به اجرا درآمدن کودتا با انحلال مجلس علناً دستان شاه را برای حذف دولت از قدرت باز می‌گذارد. علاوه بر این اقدام تأمل برانگیز مصدق، عدم توجه وی به هشدار اطرافیانش علی خصوص آیت الله کاشانی مبنی بر اتفاقاتی که در کشور در حال رخ دادن است،
وی بدون هیچ گونه توجهی به نامه آیت الله کاشانی در خصوص خطر فرود کودتا و سقوط دولت با دست روی دست گذاشتن فقط به نظاره اتفاقاتی که در حال رخ دادن است می نشیند و برای جلوگیری از سقوط دولت خود هیچ گونه اقدامی انجام نمی دهد. مصدق که برای سر و سامان دادن به اوضاع پیش آمده در مملکت خود را ناتوان می دید، بروز کودتا در کشور را بهترین فرصت می دانست تا بدین صورت با چهره ای قهرمانانه از قدرت کنار رود. سرلشکر زاهدی با فرمان شاه که قبلا صادر شده بود به عنوان نخست وزیر کودتا منصوب می شود و محمد رضا پهلوی هم بعد از 3 روز به ایران برمی گردد و بر مصدر قدرت می نشیند. تاریخ باز هم برای ملت ایران تکرار می شود و بر اساس یک کودتای نظامی و با طراحی دولت انگلیس، دولت دست نشانده پهلوی دوم دوباره آغاز به کار می کند.